سلام، خبرنگار ما پیگیر این صف‌های طولانی برای دریافت کپسول گاز شد که در نهایت به این نتیجه رسید که یه عده راننده برای گازسوز کردن ماشینشون تو این صف‌ها می‌ایستن که نباید باشن، در صورتی که این کپسول‌ها حق اون روستاییه که گاز هنوز بهشون نرسیده. الان تو این هفته اخیر همه داخل روستا داد و بیدادن، هر کی میرسه بحث کپسوله. مجبوریم روی اجاق چای درست کنیم، غذا درست کنیم. بعد از پیگیری خبرنگار ما، شرکت فرآورده‌های نفتی سامانه‌ای رو طراحی کرده بود که اونی که حقشه کپسول گاز رو دریافت کنه. بله خدا رو شکر ما با پیگیریایی که داشتیم دیگه خبری از اون صفا نیست. حتی از اهالی چند روستایی که فاقد گاز هم هستن پرسجو کردن، فقط 500 متر مونده که لوله کشی گاز انجام بشه. تو رو خدا پیگیری کنیم 500 متر هم به نتیجه برسه، انشالله گاز برسه به اون روستا. بله حتما ما تا آخرش پیگیری موضوع هستی، حتما انشالله. این خوشحالی کودکان دلیل دارد و آن هم رسیدن تانکر آب شرب به روستایشان است. مردم روستای قلعه رستم به پیگیری 23 پیام داده بودند که ما فاقد شبکه آب آشامیدنی هستیم. خانم رخشانی خبرنگار ما پیگیری این موضوع شد. موقعی که سر ما بیاد بودم با این کمابی چیکار کردی؟ بدبختی. و اما نتیجه پیگیری ما، همین الان که من خدمت شما هستم، نصف لوله ها خریداری شده، اتصالات و اینا ورود پیدا کرده، کارهای مطالعاتی تامین آب این روستا رو ما انجام دادیم. البته خبرنگار ما در میانه راه متوجه شد که این مشکل دسترسی به آب فقط مختص این روستا نیست، نزدیک به 2000 روستا در سیستان و بلوچستان این مشکل رو دارن. ما از موتور پمپ های غیر به دستی آب میاریم و استفاده میکنیم و بچه های ما مریض میشن. در نهایت هم به این جواب رسیدیم که حل مشکل آب این روستاها 3000 میلیارد تومان بودجه میخواد. اونطور که مسئولان ما میگن وزارت نیرو باید در واقع این اعتبار رو در نظر بگیره برای این روستاها. درسته، حالا انشالله ما به خبرنگار اون در تهران هم میگیم از آقای وزیر نیرو پیگیر این اعتبار انشالله بشه. شما هم باز پیگیر باشید. حتما انشالله، حتما. خب کادر درمان به پیگیری 23 پیام داده بودن که آقا این فوق‌العاده ویژه درمان به کجا رسید؟ آقای میرزا بگی به کجا رسید؟ معاونت محترم تونسه وزارت بهداشت مطبقه مشترکی رو برای تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی فرستادم و بنا دارن که از اول دیماه انشالله اجرا بکنن. یعنی انشالله این خبر خوش رو میدید که از اول دیماه فوق‌العاده ویژه رو کادر درمان دریافت میکنن. همه این تلاشا به این خاطر میشه که بالاخره تناسبی بین وضع جاری اقتصادی با وضع حقوق کارکنان باشه. درست. که خب پرستاران و مدافعین سلامت حقیقتا حق بشونه. خیلی ها در صفحه پیگیری 23 میگن در صف انتظار دریافت بیمه بیکاری کرونا هستن. برخی از این افراد رو ارتباط تلفنی دادیم با رئیس سازمان تامین اجتماعی. بنده خدا هستاده آهنگای غمگینم گوش میده. این مشخص نگرفتن هست. بیکاریتون از کی بود؟ لپ کلام رئیس سازمان تامین اجتماعی این بود که نزدیک به 62 هزار نفر جامانده دریافت بیمه بیکاری هستند که به زودی دریافت میکنن. امیدواریم زودتر انشالله. البته تامین اجتماعی برای پیگیری بیمه بیکاری تلفن 1420 رو داده بود که همین 1420 خودش نیاز به پیگیری داره. برخی رو دارم آقای دکتر میان پیام میدم آقا به 1420 پیام دادیم ولی جوابی نگرفتیم. 1420 من بعید میدونم جواب نگیرم. الان 1420 شما شبانه روزی شده. به دور شماره گیری مثلا یک تعداد 31 نفر در انتظار برقراری تماس هستند. تموم بشه. خدای چرا آقای دکتر 31 نفر. دقیقه. لطفا منتظر. با امیدی که این آخرین باری باشه که ما در پیگیری 23 بیمه بیکاری رو پیگیری میکنیم. انشاءالله. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما.